نشست مطبوعاتی سرایوستی کشاورزی ولایت سوخ و ریاست حفظ محیط زیست در ولایت بگوهی سنه 22 ایول برگزار گردید که در آن رهبران هر دو نهاد از برد و بخت ساحه سخن نموده فعالیت 6 ماهه اول سال 2021 را مورد تحلیل قرار دادند. سردار ریاست حفظ محیط زیست در ولایت سوخ عبدالاحد حکیمزاده تاکید نمود که در دوره حساباتی از جانب متخصصان این مقامات 3430 سنجش و 3159 عملیات گذرانده شده است. برای برطرف نمودن کمبودی های آشکار گردیده به ابیکت ها 2531 سپارش های حتمی داده از آن 2113 عددش اجرا گردیده است. نسبت قانون ویران کنندگان جریمه به مبلغ 632 از 5000 سومانی پیشنهاد گردید. برای رساندن ضرر به طبیعت باشد 545 ادعا به مبلغ 324 از 2000 سومانی جبران ضرر پیشنهاد کرده شده است. این کدام نمودی ضرر به طبیعت است؟ سردار ریاست حفظ محیط زیست پاسخ گفت. نمودی ما 545 ادعا پیشنهاد کرده شد و آن شخصانی که به ضرر به طبیعت رسانده هستند این به مبلغ 324 1200 سومانی این به ساحه‌های کندنی‌های فایده‌ناک معمول عمومی یعنی آن شغال کنی غیر قانونی از مجرای دریا کندنی خاک خوب مثلا نباتات یعنی درختبوری مثلا ماهی که غیر قانونی صید میشد از هر یک ماهی یک هدیه یعنی 60 سومانی چی میشد ضرر حساب کرده میشود و آنها ضرر حساب کرده شده است. این جمع و جمع 324 سومانی را تشکیل می دهد. درختبوری ماهی غیرقانونی سید کردن ماهی غیرقانونی سید کردن دیگر مثال حیوانات مثال خرگوش دیگر چیزایی که وقتی شکار با غیرقانونی شکار میکنند و او از روی نرماتیف باید کدیگه هستن، مویان کدیگه هستن. بعد مسئله درخوری که بسیارتر امروز ها چی میشوند. یکی از مسئله های بحث برانگیز نشست خبری مذکور این پرورش خوب در منطقه دهمای نوحی جبار سوف است که حالت سانیتری این پرورشگاه به طلبات و معیارها تماما جوابگو نیست. از این روی مسئولین پرکراتوری ولایت سوخ نسبت صاحب خوب پرونده باز کرد. اما چرا تا به امروز حالت سانیتری آن که برای حفظ محیط زیست و افلاس نمودن هوای اتمسفری و آب دریای سیر مساعدت میکند چاره‌جویی شدید رو روی دست نگرفته است. این سالی جوری از طرفی ریاست حفظ محیط زیست ولایت سوخ قانون شکنی رو آشکار کردن که در نوحی جبار سوف فرمای خود پروری از طرفی ساکنی همون نوحی پرورش کرده می شود چی کردن؟ آشکار کردن و از طرفی متخصصان تو این دم هم از طرفی بخش حفظ محیط زیست در نوحیه یعنی جبار رسولوف یک دو مرتبه نسبتشان پرونده‌های ماموری ترتیب دادگی هستند لیکی با وجود همین از همین کرداروش تکراراً به آشکار کرد و تکراراً با همین ده ساعت به همین کارو از طرف ریاست حفظ محیط زیست ولایت سوخ نسبت آن شخص برای افلاس کندن منبع‌های آبی یعنی همون وای چی میگم بپولویش بکن چی میگم کن وایو روز با دایروی سیر میپرسد است این با فکرم دو سه ماه دوام داده گیاس و ما اشکال کردیم نسبت به پرونده جنایی مواد و آماده که به پرکراتوری ولایت سوخ پیشنهاد کردیم و من مسئله دویمش مسئله فرمای خود پروری پولو نسبت این فرما ها ما کاربری کرده سادیم در شهر گلستان هم معاین کردگی هستیم حدودی بابا جان غفور فکرستان در اونجا یک تدیگه فرمای خوب پروری هست اولا چه آزی دیدوس انا متخصصوی ما باشمو ما با پیشنهاد میکنیم. در ولایت سوخ تقریباً 4 و یا 5 فرما های خوکپروری موجود می باشد و حالت آنها از جانب متخصصان ریاست حفظ محیط زیست در ولایت سوخ سنجیده می شود. دیگر از موضوع های نشست خبری این بوی غلیظی که ساکنان میکرونوهی 8 و 12 هم را بیش از 2 سال اینجانب و تشویش و نگرانی ها آورده است. چرا مقامات با گذشت 2 سال هنوز سرچشمه این بوی افلاس را پیدا نکردند؟ بوی غلیظی که
davomi disol sesolnes disolas dara mintaqai rosti shahri xujand rosti shahri xujand as as tarafi rosti bizim uitizis naqsha chorebini ho gurehoi kori tashkil shuda ast baroi oshkor namdan em bu igalis va as tarafi khudi چی اهولیام رو دعوت کرده هستیم که یک جای همکاری کنیم برای همین اشکار و گم کردنی همین بوی غلیز و در اون منطقه در منطقه هم اونجا بابا جان غفور فام است و هم منطقه صنعتی شهر خوجان بالای منطقه آزادی اقتصادی ده چی است چی میگن مرخونه ها است پروری پرند پروری است پورا نسبت همون چی میگوید پرتوهایی که به ترتیب پرتوفته بودن همه و یک گرفته شد بردارانده شد از طرفی خودی همون مؤسسه های خودی همون جای و صاحب کارو و هم اونجا در پایان همونجا منطقه سایو میکرو رایونی شهری خوجان میگویم پرتو توزه کنی شهری خوجان تاست اونجا و هم طبق ترتیب ما پیشنهاد داده که برای چی میگوید با ترتیب چکدنش کورش داوم دادنش و از طرفی خودی حفظی محیطیزیس نسبتی آن مرخونه هایی که هست پرونده های معمولی یعنی پرتکول ها ترتیب داده شده هم سالی گذاشته هم این سال یک چند مراتب عملیات ها گذارانده شده گی هستیم و از طرفی خودی شهروندانی که با ما یا با طریق تلفن یا مراجعه کرده هستند علاقه چی هست بهبودی هست بهبودی هست به اون خاطر که بیو کم شدگی و این ما این کاربری با دوام میتیم و این چنین هم از طرفی دیگر مقامات ها که به همین بای هست چی میگوید نزدیک از مثال مقامات ایجا کم دولتی و اوی هم چکه دیگه هستند گروه های خودشان تشکیل کدگی سیس هم تشکیل کدگی کاربری رفت هست سرچشمش معاین نیست فقط مردم هم از وی مردم هم و متخصصی معاین معاین کردوسیان ولی انیق معاین هم نیست فقط این مرخونه و هم پرتو اوتوزه کنی شهری خوجند ما با اونها پیشنهاد حتمی دادگی هستیم که مقصد این دیگه کاروی باید چی نکنم غیر قانونی یا پرتوهای چی نکنم هر گجا نپرتون چی خیلی که میدونید از مرخانه و پرتو اوی مثلا اخلاطوی مرخ وای میشد اصیل میشد اما تستر در رمیر چی میگوید در حالتی برداشتن تستر به دیگه جو جایگیروندن وای کدگی پیشنهاد کدگی در نشست خبری عبدالعزیز محمودزاده معاون سرداری سرایستی کشاورزی ولایت سوغ از نتیجه فعالیت ساحه کشاورزی معلوماتی مفصل داد و تاکید نمود که سال روان بنابر سردی های اولی فصل بهار تقریبا 80% درختان زردالو حاصل نکردند. این بود که حجم صادرات این نمودی میوه در ولایت نسبتاً کم گردید. اما خراجات خسارات را با دیگر نوع میوه ها ریاست کشاورزی پوشانیدنی است. داریم شکل خوشگیر استیسول زردور و 3434 تن روی رو دسپتی گذاشتوری گذاشته بیتونی زردور 328 تن کم شد. یه با بیمگر نزدیک 80 فروزی بوخوی دونای بود الان تو زردور رو یانوار فیولار همین بار زردور اول رو من برقی کمتی جمهوری بود بازم تو کشو بود در جنوبی نکتیم یکم نکتیم همه کوری که از دست رو کشورده اومد کردیم لیکن طبیعت غلبه کرد در دوزمی خونه کرد درده 80 فویز نام یک وای بشم دیگه که در مزمی محدود کشورده کم بشد لیکن ما با استفاده بری زمین رو از بکشت تکاری مینه قطوری بخوی جوان بکش بدروندن و سنوکی دیگر دلوتو بلان کردن و باید کمده بیوکش کردن با اونجا نقش چوربین کردیگه هر طور عدوی همین ما کوربین کردیم Bizim yetili yakında sonunda can bahçesi olan ekmekli bir yetili can bahçesi değil. Hostili Geylos, bana hostili Şaftoğlu, Hüsamili Sepo, Lohadnaz, bu asubi Noyam, bu yak kator derele büyük kuşkulu.
نوبسته از تغییر اقلیم کشاورزان ولایت سوخت حجم عمومی محصولات کشاورزی را بر زیاد اجرا کردند. طبق معلومات آماری حجم عمومی استحصال محصولات در همه شکل‌های خواجگی‌داری ولایت نزدیک به 2.7 میلیارد سومانی رسیده است که این در مقایسه با همین دوره سال گذشته 105.3% را تشکیل می‌دهد. عبدالعزیز محمودزاده گفت که محصولات های ساحه رستنی پروری و چارواداری پر تامین کرده شده است. حجم عمومی استحصال محصولات سوی رسمی پروری 1.4 میلیارد سومانی یا 112% و سوی چارواداری 1.3 میلیارد سومانی یا خود 1.18% تامین کرده شد. طبق معلومات خدمات گمرک حجم عمومی صادرات محصولات کشاورزی و سنه 1 ایون سال 2021 در دوره حسابات از ولایت 14648 تن نرخ پخته با صادرات برآورده شده در مقایسه نسبت همین دوره سال پیش گذشته 61 تن زیاد بوده. معلومات داده شد که در ولایت سوق با میدان 780 گکتر باغ و تخزرهای نو بنیاد کرده شده است که نسبت دورنما 4.2 مرتبه زیاد و نسبت به سال پیشین 173 گکتر افزوده است. از میدان عمومی باغ‌های بنیاد گردیده زیاد از 85 گکتری آن را باغ‌های اینتنسیوی تشکیل می‌دهد. گزارش مفنوش کوروی یوسف یونسوف برای برنامه تلویزیونی خبر.